نمایشگاه راویه به معنای او، آن زنی که داستانی روایت می‌کند، از سال 2013 در شهرهای مختلف آمریکا برپا شده. از موزه هنر بوستون گرفته تا موزه هنر کارنگی در پیتسبورگ پنسیلوانیا و حالا هم به پایتخت آمریکا آمده. ماندانا تدین از این نمایشگاه گزارش می‌دهد. موزه ملی زنان در عرصه هنر در واشنگتن دی سی آثاری از عکاسان زن از ایران و کشورهای عرب را به نمایش گذاشته است. نمایشگاه او، آن زنی که داستانی را روایت می‌کند، یا به زبان عربی راویه، 8 آوریل به روی هنردوستان باز شد. در نمایشگاه بیش از 80 عکس و ویدئو تصورهای کلیشه‌ای در مورد انسان‌ها، چشم‌اندازها و فرهنگ ایران و دنیای عرب را در هم می‌شکنند. این آثار در سبک‌های مختلف و با سوژه‌های متفاوت خلق شدند، از پورتره گرفته تا مستند، اما همه یک داستان را روایت می‌کنند. داستانی که می‌گوید زن ایرانی و عرب ضعیف نیست و سرکوب نخواهد شد. کریستن گرش، متصدی نمایشگاه: I think artistic expression in general is incredibly important. فکر می‌کنم بیان هنری در کل خیلی مهمه و هنرمندانی رو که داستان‌های جالب و منحصر به فرد خودشون رو بازگو می‌کنن تحسین می‌کنم. هنگام تحقیق برای برگزاری این نمایشگاه و دنبال کردن هنرمندان، از این موضوع شگفت‌زده شدم که زنان این منطقه قوی‌ترین و تکان‌دهنده‌ترین آثار رو خلق می‌کنن. عکس‌های نمایشگاه به 3 بخش تقسیم شده و در آن آثار 4 هنرمند زن ایرانی نیز به چشم می‌خورد. بخش نخست گسست از شرق‌گرایی است. نمونه‌اش سری زنان الله از شیرین نشاط است. واکنشی به انقلاب اسلامی و زنان مبارزی که مفهوم شرق‌گرایی را از طریق نگاه‌های پرتنش زنان در این عکس‌ها بررسی می‌کند. بخش دوم هویت‌سازی است که در مورد ابراز احساسات و بیان افکار درونی شخص است. مانند سری گوش کن از نیوشا توکلیان که در آن از 6 زن در حال خواندن ترانه فیلم گرفته، اما ویدیوها بدون صدا هستند. اشاره‌ای به این نکته که خانم‌ها در ایران اجازه انتشار آلبوم موسیقی خود را ندارند. و بخش سوم مستند جدید است، شامل کارهایی که گاه عکس‌های مستند است و گاه عکس‌هایی که هنرمند آن را طراحی و برنامه‌ریزی کرده، اما بر اساس واقعیات از سوژه عکس گرفتند. بنابراین ترکیبی است از خلاقیت و قوه تخیل هنری و تجربیات واقعی. برای مثال، سری زندگی امروز و جنگ از گوهر دشتی و سری نیل نیل از شادی قدیریان. هر دو در عکس‌هایشان با بکار بردن عناصر تضاد بر حضور غیرقابل انکار جنگ و تنش تاکید می‌کنند. اما آیا هدف برگزاری این نمایشگاه تحقق یافته؟ و آیا نمایشگاه موفق شده تصورات کلیشه‌ای را برای بازدیدکنندگان آمریکایی خود از بین ببرد؟ واکنش‌هایی که دیدم بسیار مثبت بودند و خیلی فروتنانه. خیلی‌ها تعجب می‌کنند از شنیدن اینکه زنان ایران در عرصه هنر اینقدر فعالن و دوست دارن این چیزها رو بدونن. مطمئناً مردم از فرصتی که برای کشف این کارهای جدید به وجود اومده استقبال کردن. نمایشگاه راویه تا آخر ماه ژوئیه 2016 در موزه ملی زنان در عرصه هنر برپا خواهد بود. ماندانا تدین، صدای آمریکا، واشنگتن.